سخنگوی ارتش اسرائیل گفته پاسخ به حمله جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیره و تاکید کرده اسرائیل نه در حرف بلکه در عمل واکنش نشون خواهد داد. با توجه به اینکه خسارت بسیار ناچیزی به اسرائیل وارد شده، قائله میتونه به همینجا ختم بشه. اسرائیل ضربه‌ای نخورده و حیثیت سپاه پاسداران هم در میان طرفدارانش تا حدی بازیافت شده. اما اگر اسرائیل بخواد پاسخ بده، پاسخ‌های احتمالی چه خواهد بود؟ اولین اقدام میتونه چشم در برابر چشم باشه. حمله موشکی و هوایی به پایگاه‌های نظامی سپاه یا ارتش جمهوری اسلامی. مثلا پایگاه‌هایی که موشک‌ها و پهپادها از اونجا به سمت اسرائیل شلیک شدند. بر اساس گزارش‌ها میشه حسد موشک‌ها و پهپادها از استان‌های فارس، اصفهان و کرمانشاه به سمت اسرائیل شلیک شدند. این سایت‌ها و پایگاه‌های موشکی دیگه در نقاط دیگه ایران هم میتونه از اهداف احتمالی اسرائیل باشن. ارتش اسرائیل توانایی این رو داره که به این پایگاه‌ها با جت‌های جنگنده‌اش و یا موشک حمله کنه. ما مسیر های احتمالی حمله هوایی اسرائیل رو هم اینجا مشخص کردیم که میتونیم ببینیم. اسرائیل همچنین میتونه برای انتقام از حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه نواتیم در جنوب اسرائیل به پایگاه‌های هوایی ایران در مرزهای غربی و یا مرکزی حمله کنه. پایگاه هوایی بوشهر، شیراز، همدان، امیدیه، اهواز و تبریز، حتی اصفهان یا تهران هم ممکنه و میتونن از اهداف احتمالی حمله باشن. هدف سخت‌تر و استراتژیک‌تر که از طرفی میتونه منجر به جنگی تمام عیار بشه و سوی فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو فلج کنه، حمله به پایگاه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، هدف‌هایی که اسرائیل سال‌ها برای حمله به اونها تمرین و برنامه‌ریزی کرده. جمهوری اسلامی دارای سایت‌های هسته‌ای و یا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ایش در عراق، قم، پارچین، اصفهان و یا نتنزه. اگر هدف تأسیسات هسته‌ای ایران باشن، کوتاه‌ترین مسیر این مسیر شماره 2 نزدیک به 1700 کیلومتر، یعنی جنگنده‌های اسرائیل باید مسیر 3500 کیلومتری رو با احتساب رفت و برگشت طی کنند. عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، و البته گزینه محتمل دیگه‌ای که اسرائیل قبلاً بارها اون رو در قبال جمهوری اسلامی انجام داده، یعنی ترور فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، و البته این بار برای مقابله به مصر نه در خاک کشور سالم که در خاک کشور سالس که در خاک ایران. کسانی مثل محمد باقری، فرمانده کل نیروهای مسلح، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، و یا اسماعیل قانی، جانشین قاسم سلیمانی و فرمانده سپاه قدس، از کسانی هستند که میتونن از اهداف احتمالی اسرائیل برای واکنش شدید به حمله دیشب سپاه پاسداران باشند.